شما میخواین من دعوت کنم من نظری نمیدارم. چرا با تو دعوت کنم؟ مطمئن نه یا این کار با خودتون نکنید. یه باری از مسافر اتفاقا عراقی سوار کردم، موقعی که میخواست پیاده بشه $200 به من چیپ داد. سلام، اگه فکر میکنین خیلی بدشانس هستین، من امروز با یکی از بدشانس ترین دوستان قرار دارم، حتما این ولاگ رو آخر ببینید. سلام گایز، چطوری رفقا؟ امیدوارم خیلی خوب باشید و خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز قراره یه ولاگ بگیرم با یکی از دوستام که البته دوست مشترک من و یکی از دوستامه. امروز با ایلناز قرار دادم. بعد اون حدود 2 سالی که اومده اینجا خیلی بدشانسی دیده، خیلی وقت منتظرشم، امیدوارم زودتر برسه حالا باهاش آشنا بشین. اگر فکر میکنید شما خیلی بدشانس ترین، توی کامنت ها بنویسین بدترین بدشانسیتون چی بوده. شما امروز میخوایم یکم بیشتر در مورد بدشانسی ایلناز صحبت کنیم. و البته ایلناز یه نهار به من بدهکار بود حدودا 6 ماه پیش، حالا دلیلش رو نمیگم، شاید دوست نداشته بگم، ولی به من بدهکار بود. بعد 6 ماه دیروز پریروز بهم پیام داد، گفت که محمد جواد یه برنامه بشینیم، هم من نهارم بدم هم ببینم هم با هم صحبت کنیم، چون خیلی وقت هم ندیدیم و این ولاگ حتما تا آخر ببینیم. یه چیزی حدود نیم ساعت من منتظر ایلنازم، بهش پیام میدم، میگه که تو ترافیکه. من نیم ساعت پیش ازش پرسیدم خب گوگل مپ چند دقیقه نشون میده، گفت 35 دقیقه نشون میده، 40 دقیقه پیش فکر کنم. بعد الان دوباره بهش پیام میدم خب گوگل مپ دوباره چند دقیقه نشون میده، میگه به خدا 35 دقیقه گیر کرده بود، الان 20 دقیقه نشون میده. نه، یا گوگل مپش ایرانیه یا گوگل مپش نمیدونم چه مشکلی داره. What the fuck بیاد ایلناز فقط آقا موقع نهار جبران میکنم، یک سفارشی بدم. بالاخره الناز اومد. سلام، چرا اینقدر آخه تاخیر؟ خوبه من پرسیدم تو ترافیک نمونی؟ حتی میدونم دخترها یه ساعت حداقل 2 ساعت بره آرایش، یه واسه چی بپوشم؟ او مای گاد، واو، گفتم حداقل 2-3 ساعت دیر میاد. خب تا یکم زودتر قرار میذاشتی معرفی میکنم، الناز یکی از بدشانس ترین رفیقام. من میخوای به کل دنیا رو بدشانس قبل از اینکه بیای گفتم میخوام یکی از بدشانس ترین رفیقام معرفی کنم. اگر اینا فکر میکنم بدشانسن، یک بدشانس دارم هست. از هر کدومتون بدشانسی بدی داشتیم تو کامنت ها بنویسیم ببینم به بدشانسی های الناز میرسه. حالا تو ادامه شاید بگیم درسته که موضوع بلاگت هم بدشانسی دقیقا آخه بینم واقعا کسی از تو بدشانسی هم نیست، خودت هم همیشه یکی من بدشانس هم، یکم اعتماد به نفس داشته باش. خب کجا بریم؟ دیگه این سر تا سر اولمپیسکاست، یعنی برو رستوران از اون آخر تا این آخر از رستوران. A few moments later. خب چی اصلا بزن اینو بگو. خب بچه ها رو معنی نکنیم، ما تصمیم بگیریم برمیگردیم. 2 hours later. شما میخوای من دعوت کنی و نظری نمیدم چرا با تو دعوت کنم. A few moments later. خب ما بالاخره تصمیم گرفتیم، یه رستورانی هست اسمش لیناس کافه عربیه و به طبق ما ایران طبق میگن چی میگن؟ من 4-5 سال ایران نبودم، فارسی ضعیف. بعد به طبع ما ایرانی بیشتر میشینه. الان با ایلناز تصمیم گرفتیم بریم اونجا، بسید اینجا خط آبر ما میتونیم بریم. ولی خب من بعدم یاد از آدم هایی که واقعا نگاه نمی کنن یه دفعه. نه اول باید نگاه که آره، وقتی راننده ای واقعا اذیت میشه. من اینجا تو اوبر کار میکردم، تاکسی کار میکردم، خب کار ساده ای نیست که بزنم. خیلی داستان پیش میومد دیگه تو این ماجرا کار کردن. یه بار مثلا تا 4 صبح سر کار بودم، دست دیگه ماشینم ترکید برگام. خب بعد نمیتونستم هیچ کاری بکنم چون جرثقی نمیدونی اینجا خیلی گرونه. آره. $100 از خرشاتی تا جای خونه من بخواد ببره. آره مسیرش چون وسط خرشاتی بود و این اطراف هم ترمینگاهی نیست. بعد تا صبح خوابیدی تو ماشین فکر کنم. آره. سرد بود، بارون میومد. یه روز سرد بارون میومد. آره تا ساعت 6 و 7 من چه ماشین خوابیدم که مثلا بتونم خودم به یه جای برسونم.
حالا دیگه اینکه بعدش دوباره رفتم یکی رو پیدا کردم، یه لاستیک آورد گذاشتیم روی ماشینم، دوباره ماشین رو برگردونیم لاستیکش رو من بخورم لاستیک نو برش بخرم. بعد خب یه دونه نمیشه، دو جفت باید بخریم. یه آقایی از توی جای پارکش اومد زد به بغل ماشین من، به وسط ماشین من. یه ماشین پلیس اومد گفت مقصر، مرد مقصر. بعد من داشتم با پلیس انگلیسی صحبت میکردم، موقع از خیلی زبانم خوب نشده. مرده برگشت بهش گفتش که این خارجیه، تو میخوای ازش پول بگیری؟ الکی داری میگی که تقصیر منه. خلاصه زنگ یه ماشین پلیس دوم هم اومد، ماشین پلیس بعدی هم اومد، اصلا خندش گرفت و گفت اصلا پابلوی تو مقصری. بعد آخه هیچی نشده بود، ماشین هم خیلی قدیمی بود، مثلا خورده بود به ماشین من، رنگای جلوی ماشینش که زنگ زده بود. داستان دادگاه چی شد؟ من غیر از این دوتا پلیس واسم برگه نمیشن، گفتن که باید بری دادگاه تصمیم بگیر. رفتیم دادگاه، دادگاه بازم طرف مقصر شناخت و شروع کرد به دعوا کردن. در حدی که پشت در اتاق قاضی یه دونه از این مثل زنگ بود، زنگ قرمز بود، اونو زدن، مأمور اومد دستمند زد بردش. دوباره اعتراض کرد، رفتیم دادگاه مرکزی نزدیک اون دانشگاه خواهم کیسیلیم. بسی چی خوندی؟ من که میدونم حتی بچه ها نمیدونم. من معماری خوندم. تو ایران لیسانس معماری گرفتی؟ تو ایران لیسانس داشتم، اینجا فوقم گرفتم. حالا با توجه به این همه بدبختیه که برای الناس پیش اومده، قطعا دیدگاه خوبی دیگه نسبت به اوکراین نداره. بالاخره یه خوبیایی داره یه بدیایی داره. حالا کلی بدبختی برات پیش اومده، جای خوششانسی هم داشتی یا نه؟ آره، یه بار یه مسافر اتفاقا عراقی سوار کرد، موقعی که میخواست پیاده بشه $200 به من تیپ داد. البته برگام پول $200 کرایه‌ش هم روی همون $200 بود، ولی خب آره. بعد دو سال کلن نظرت چی نمیده؟ اکبر نه یا این کار با خودتون نکنی. moments later. خیلی خوبه برای من. دو تا از این بگیرم. نه خب دو از این بگیرم. تو چی خبر؟ من از همه خبر میکشیم. خبر رو میکشم؟ بله. بدشانسیم خیلی من بدشانسیم. ولی مثلا من دو سه سال پیش بکنم یه 2018 یا 2018 بود تصادف کردم، تو ماشین اوبر زکات داده بودم، سفارش داده بودم. بعد من بودم اون موقع چیز بود، یکی دو هفته این کشتیگیر رو از ایران اومده بودم، مسابقات جام کشتی بود. بعد اسم پسر کامران بود که مدال طلا گرفته بود، گفت بیا بریم آجی رستوران. گفتم بیا، من رستوران ایرانی میشناسم، بیا. من بریم خیام، تاکسی سفارشم از این جای کنار گولیور، هتل روشون بالا هست، از اونجا سفارش اومد. بعد جای روبرو گولیور یه دور برگردون داره، اونجا یه لنکروز زنه زد به بغل، دقیقاً جایی که من نشسته بودم، عکسش هنوز دارم. و من تو ماشین بیهوش افتاده بودم، به هوش اومدم دیدم صورتم پر خون، سرم داره خون میاد. یه داستان مثلا اون یکی از بدشانسیام بود دو سه سال پیش. بعد خونه حالت استری فلت بود، یعنی تختم که اینجا بود آشپزخونم همونجا بود دیگه، یه جوری استری. عزا رو من گذاشتم روی گاز، رفتم خوابیدم، 4 ساعت بعد بیدار شدم دیدم خدای اینا پر دود بود، یعنی من نگاه کن هیچ جلو من نمیدیدم. خیلی بد بود اصلا، خیلی بد. کمپلکس اگرم خونه بود اصلا اون مشکل تنفسی پیدا خونه پر دود شده، از زیر در خونم دود میومده بیرون، همسایا بهم زدن کجای خونه. من کل ساختمون رو بو برداشته بود. آره خیلی بد بود. 2000 years later. آقا سفارش ما اومد، ببین الناس خانم چه زحمتی کشیدن. حتی الناس خانم زحمت نکشند، این از کافه زحمت کشیده. این یکی از سفارشاش که قبلا من خوردم خیلی خوبه. یعنی A few moments later. چقدر؟ 318. دو قرص غذا خوردیم با مشابه شده برگام 600 هزار تومن خودم، البته با دلار 27 تومن.
خب گایز، اینم از ولاگ امروز با الناز، یکی از حالا خوششانس‌ترین دوستای من امروز. و اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک هایتون نره یا سابسکرایب هم بکنید و از بدشانسی های خودتون هم حتما توی کامنت ها بگین و امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.